خب بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دانش آموزان عزیز و دوست عزیزمون که در استودیو هست. سلام عزیزم، اگر صدای من رو دارین یک لحظه میخواین چت رو باز کنین، یه لحظه بچه های یکی بزنن اگر صدا رو دارن، یک نفر یک بزنه اگر صدای من رو دارین. آه تمام هست، ببندید. متشکرم. اوکی، خب من یکتا هستم، دبیر ریاضی در خدمت شما. ما میخواییم انشاءالله سال خیلی خوبی رو در خدمت دانش آموزان عزیز باشیم. یک کلاس آنلاین، یک کلاس در واقع جامع آنلاین رو ما میخواییم استارت بزنیم. این جلسه، جلسه آشنایی و جلسه معارفه هست، جلسه صفر. من در واقع این جلسه رو گذاشتم که یه مقداری بحثامون رو با هم انجام بدیم، صحبت‌ها رو با هم انجام بدیم و در واقع سیستم کاری رو شما بدونید که به چه صورت هست. خب به حضورتون عرضم که ما میخوایم که یک بحث رتبه سازی در ریاضی انجام بدیم، کما اینکه چندین سال این کار رو انجام دادیم و خب رتبه های تک رقمی خوبی رو داشتیم. 7 رتبه تک رقمی کشوری رو من در کارنامه دارم و در واقع دانش آموزان خوبی رو در کنکور رتبای خوبی رو ایجاد کردیم. رتبای 2 رقمی هم که تا دلتون بخواد بوده. درصدهای ریاضی در هر سال بهترین درصدها رو دانش آموز ما زدن و در واقع یک نتیجه خیلی خوبی رو ما از دانش آموز گرفتیم. خب ببین دوست من، الان اینجا خیلی خوبه. ببین دوست من، من امروز میخوام باهت در مورد اتمام حجت کار صحبت کنم. همین جلسه اول، جلسه رایگانم هست، دور هم هستیم، میخوام یک چند تا سوال حل کنیم، یک چند تا تست نمونه بزنیم، روش کار منو ببینی. من همین اول در واقع یک سری صحبت‌های رو انجام میدم، میگم که در کلاس من چه اتفاقاتی میفته، من چه کاری برای تو انجام میدم و از اون طرف چه انتظاری از تو دارم. خب ببین، سیستم کاری سیستم تستی هست، سیستم مفهومی تستی. این که من میگم سیستم مفهومی تستی به این معنی نیست که خب سیستم تشریحی رو میذارم کنار. البته بعضی از همکارا فکر میکنن سیستم مفهومی همون سیستم تستیه، سیستم تشریحیه. خب این اشتباهه بچه. پس اگه کسی بهتون گفت که آقا من مفهومی درس میدم، بعد رفتی نگاه کردی دیدی آقا یه تست و 20 خط داره جواب میده، تشریحی نیست، این مفهومی نیست. اشتباه نکنی مفهومی رو با روش تشریحی. ببین سیستم تشریحی برای امتحان نهایی کلن باید بعضی از ظرافت‌ها، بعضی از کارها رو انجام بدی، ولی سیستم مفهومی و سیستم تستی که ما دیگه ته این قضیه هستیم، ما باید مفاهیم ریاضی رو یاد بگیریم، مفاهیم ریاضی رو به دقت یاد بگیریم با روش من، با روش یکتا، با این روش یاد بگیری پیش بری، بعد به روش تستی میرسیم. حالا میگی روش تستی چی؟ آقا روش تستی اون عددگذاری و ردگزینه نیست. من برای هر روشی، برای هر مبحثی روش های خاصی رو دارم برات، یه تفکری رو میسازم برات که با اون تفکر خیلی راحت تست ها رو حل میکنیم. مثل رتبای تک رقمی کشوری من که ریاضی رو مثلا زدن 98.7% و تک رقمی شدن، مثل اونا شما بتونی نتیجه بگیری، یا مثل خیلی از 2 رقمی هایی که داریم. اصلا هم دید من نسبت به روش تستی این نیست که آقا بیا رد گزینه کن، بیا نمیدونم عدد گذاری کن، این که دیگه همه میدونن الان. یعنی زمانی که ما عدد گذاری میکردیم در 15 سال پیش، دیگه اون زمان مثلا میگفتیم روش تستی و عدد گذاری و رد گزینه و فلان، ولی الان دیگه اینا رو همه میدونن. ما باید در هر مبحث چند تا نکته خاص به تو بگم که تو مفهوم اون مبحث رو یاد بگیری، اون مبحث در ذهن جا بیفته و راحت بتونی تستای سخت رو از پا در بیاری. سیستم کار ما سیستم سرعتی است، شما باید رو سرعتت بری بالا. چرا؟ چون دفترچه ریاضی و دفترچه زیست با همدیگه تو یکی و
ببخشید سوالات ریاضی و سوالات زیست با هم دیگه تو یک دفترچه هستن، شما باید سرعت تو ببری بالا که بتونی به سوالات زیست برسی و وقتی هم از ریاضی اضافه بیاری رو زیست بذاری. بچهای ریاضی، کل ریاضی ها، حسابان، گسسته، هندستون تو یه دفترچه است. شما اگه بتونی حسابانو سریعتر و نصف زمان مقررت بتونی حسابانو بزنی و بالای 80 بزنی، میتونی روی درس گسسته، روی درس هندسه وقت بذاری و درصد قوی رو ایجاد کنی. کما اینکه دانش آموز ما 98.7% زده یا در کنکور 1400 82% زده که بالاترین درصدیه که یک دانش آموز در کشور زده. خب این دانش آموز ما بوده. چرا؟ به این دلیلی که تونسته سرعتش رو ببره بالا. پس من هدفم در این کلاس آموزش مفهومی همراه با نکات تستیه. آقا نکات تستی هم این نیست که شما بیایی رد گزینه کنی، نمیدونم عدد گذاری کنی، اونا هم هست. گرچه کنکور 1400 چون 1401 هم اومد، 1401 رو خیلی خوب میتونستیم با این روش بزنیم، 1400 رو حداقل 4 تاش که میتونستیم بزنیم، اونم مورد تایید ما هست، اونم بهتون یاد میدم. من هدفم اینه که آقا میگم شما سرعت تو ببر بالا، حالا به هر روشی، ولی مفاهیم رو باید یاد بگیری که اگر سوال چالشی شد مثل کنکور 1600، مثل کنکورهای دیگه، بتونی راحت بازم بالا بزنی. خب این هدف ما از کلاس امروزمون. یه نکته دیگه، آقا من یک سری ویژگی‌هایی از کلاسم بگم. امروز کلن کلاس رایگانه و ما همین اول صحبتامونو میکنیم که اگر کسی دوست داشت بیاد، اگر کسی دوست نداشت همین اول بدونه که من چه کار میخوام بکنم. دیگه استادای دیگه هستن، مدرسین دیگه، کلاسای دیگه. ببین من در کلاسم درس رو کامل 0 تا 100، حتی بعضی از پیش نیازها که مال سال 8 یا 9 بهتون میگم. یعنی مثلا کار اتحادها ما از 9 شروع میشه. من بخوام اتحادا رو به شما درس بدم از سال 9 شروع میکنم. از سال 9 میام همه رو میگم تا 100 میرسونم بهت، حتی تا بیشتر از 100. یعنی یه جوری میگم بهت که شما تو آزمون آزمایشی که مثلا مبحث حد تو کنکور 2 تا سوال 3 تا سوال میاد، تو اونجا 20 تا سوال میاد، متنوع، سخته، نمیدونم به ظرایف هم کار کردی، اونا هم بتونی 100 بزنی. من اینا رو بهت میگم کامل. این کار من در اینجاست، کاری که همه معلم ها انجام میدن، درس رو کامل میگن. و حالا من اینجا با دید خودم میگم، با روش مفهومی تستی خودم میگم. این که کاریه که خب شما اومدی هزینه کردی، اومدی توی کلاس، باید استفاده کنی و باید درصدت بیاد بالا. حالا من یک سری کارهای دیگه، یک سری آپشنهای دیگه دارم که اینا رو برای دل خودم میخوام انجام بدم. اینا کارهایی که من در سالهای گذشته انجام دادم. تو از منم نبینا، برو از دانش آموزان بپرس، برو از رتبای تک رقمی بپرس، برو از رتبای دو رقمی بپرس، از هر دانش آموزی که من داشتم بپرس. من این آپشنا رو انجام میدم. ببین دوست عزیز، من اول خدماتمو میگم بهت، بعد انتظاراتم هم از تو دارم. یعنی تو به عنوان یک دانش آموز، حالا که یک دبیری داره این همه برای از جونش مایه میذاره، از خودش مایه میذاره، توی هم باید این کارهایی که من بعدش میخوام بگم انجام بدیم. من جزوه هام به صورت PDF در پنل شخصیتون قرار میگیره. اگر در هر جا بودین خواستین جزوه چاپیرم تهیه کنین، مجموعه به صورت پستی براتون میفرسته و دارین. این که از این مسئله چاپی جزوه، جزوه ها مشخصه، جاش خالیه و تست حل میکنیم. من چند تا تست کار میکنم در یک کلاس، جزوه پارسالم هست. من در واقع دقیقا عددشو بگم بهتون، من در سال گذشته در کلاس هام ۲۹۰۳ تست سر کلاس من حل کردم.
2903 تست. در هیچ جای کشور در هیچ معلمی این کارو نمیکنه که 2900 تا نزدیک 3000 تا تست خودش بیاد سر کلاس خودش حل کنه. درست شد؟ این جزوه من. حالا من تمام از این پس ویژگیه که بود تمام سوالات کانون، یعنی کانون قلمچی، ماز و گزینه دو رو حل میکنم، در کانالمون قرار میدم. یعنی ما حدود 150 آزمون، چون هر کدوم مثلا یکی 14 تاست، یکی 15 تاست، یکی 150 آزمون رو ما داریم حل میکنیم براتون در یک سال. هر کدوم 20 تا سوال داشته باشه میشه 3000 تا سوال. یعنی شما علاوه بر محتوایی که من دارم برات درس میدم، دسترسی به 3000 سوال به روز داری. مثلا دوست داری مازو ببینی چی بوده؟ ماز سوالاش هست با روش خودم ها، اگه نه پاسخ تشریحش که هست، با روش خودم، با روش یکتا من اینجا حلش میکنم، فیلمش هم هست، شما استفاده میکنی. پس این شد تا الان چقدر؟ 3000 تا. بعد نگاه کنی 2900 تا هم که قبلا زدیم دیگه. بچه نگاه کنی، من قبل از کلاسم همیشه آزمون دارم. یعنی شما، ما روزای شنبه که اینجا کلاس داریم، ما چهارشنبه ها شب در سایت شما یک آزمون دارین، شما باید برین این آزمون که 10 سواله بذارین. هر هفته هم هست. آقا من هر هفته امتحان میگیرم، اینو الان 5 ساله دارم انجام میدم. من از قبل از اینکه کرونا بیاد آزمون آنلاین داشتم، روزای چهارشنبه بین ساعت 9 تا 12 شب شما 20 دقیقه 25 دقیقه میری وارد سایت میشی، سوال آزمون میدی، میای بیرون. خب بعدش هم پاسخ تشریحیش به روش خودم میذارم توی گروهتون. درست شد؟ پس این یکی. پس ما همیشه آزمون داریم. آزمون، اگر آزمون ندادی یه جلسه بلاک میشین، شما تا 48 ساعت نمیتونی از کلاس به صورت آنلاین استفاده کنی. فایلشو بعدش مؤسسه میذاره برات، شما به صورت آفلاین نگاه میکنی. خب پسر من، دختر من، اگر شما آنلاین نبینی برنامه به هم میریزه. درست شد؟ پس باید سعی کنی که امتحان رو شرکت کنی. البته امتحانامون هم چی داره؟ کف داره. مثلا من از 10% شروع میکنم میارم بالا، یه دفعه میگم آقا آزمون، این آزمون باید زیر 50 بلاک بشن، یه دفعه میبینی 200 نفر بلاک شدن. بلاکامون هم 48 ساعت است. شما 48 ساعت اصلا نمیتونی بیای داخل کلاس بشی، کلاس رو میبندن برات، بعد آفلاینش رو نگاه کنی. پس هیچ معلمی این کارو نمیکنه. یعنی من در ایران دارم میگم آقا در ایران کسی نیست این کارو انجام بده که شما بلاکت کنه، آزمون بگیره ازت. و این سختگیری هم نیست، این در واقع به نفع شماست. خب این از آزمون گفتم. آقا من یکی دیگه از کارهایی که انجام میدم، من یه تیم حل تمرین و تکلیف دارم، یه گروه داریم. شما تکالیف که میدم، هر جلسه ما تکلیف داریم، تکالیف رو پنلتون در واقع قرار میگیره، شما باید حل کنین بفرستین. دوستان حل تمرین که دانشجویان رشته پزشکی و مهندسی هستن و رتبه تاپ کنکور هستن، اونا کنترل میکنن، به من گزارش میدن. ما یه تیم داریم که برای تکلیف، کدوم آقا دوست عزیز به من بگو کدوم معلم این کارو میکنه. درست شد؟ آقا یک هفته دو هفته، من تا خود کنکور تکلیف که دادم بهت، باید تکلیف ها رو حل کنی و برای من بفرستی. این از تکالیف بود. تو خود این امتحانا ما داریم 40 تا امتحان میگیریم ازتون، 40 تا 10 تا، خود این میشه 400 تا سوال. 3000 تا اونجا بود، 2900 تا اینجا بود، 400 هم اینجا. بشمار ببین من چقدر دارم کار میکنم باید. درست شد؟ این از این. عرضم به حضورتون که یه کار دیگه که منحصر به کار خودم هست که من از زمان کرونا، مخصوصا از زمان کرونا، این کار رو انجام دادم برای همه مدارسم. ببین من قبل از کلاس
مثلا هفته ای آینده زمانی که کلاس رسمی مشهور شد. الان که کلاس رسمی نیست، شما اومدی با من آشنا بشی، یه حالی بکنیم، با هم یه صحبتی بکنیم، یه خنده ای و یه کلاسی و چند تا تست حل کنیم. شما ببین، قبل از کلاس، روز شنبه کلاس ماست، من جمعه یه فیلم یه ربعه 20 دقیقه تو پنلتون هست، تو سایت با کلاس آنلاین هست. این پیش سازمان دهنده برای کلاس منه. یعنی شما در واقع مثلا من میخوام لوگاریتمو درس بدم، بهت روز قبلش میگم آقا لوگاریتم تقریبا تعریفش اینه، اینجور مسائل لازم داریم، این پیش نیازها رو لازم داره، شما باید این چیزها رو بدونی. خب یه رو فیلم میگیرم برای، یعنی شما علاوه بر این که تو کلاس هستی، یه رو هم داری فیلم قبل از کلاس نگاه میکنی که با آمادگی میای سر کلاس. به این میگن تدریس معکوس. در واقع شما، در واقع هیچ جای ایران این کارم نیست که بخواد آقا ما قبل از این که بخوایم تدریس کنیم یه فیلم بذاریم، این فیلم در واقع یه پیش زمینه بده به دانش آموز. این یکی از کارامونه. دیگه عرضم به حضورتون که کارهایی که میکنیم، مثلا این اینا رو بشمونم، من اینا رو چون نوشتم که همین اول شما در واقع بدونی که سیستم کاری ما چطوریه. ما در ضمن رفع اشکال هم داریم، یک تیم، همون تیمی که ما برای تکالیفمون هستن، گروه رفع اشکال هم زدیم. گروه های تعداد کم، مثلا 30 نفر 30 نفر یا 50 نفر 50 نفر، پارسال مثلا 4 تا گروه شد، 4 تا گروه داریم، هر کسی یک لیدر داره، اونا رفع اشکال میکنن، بعد نتیجه رفع اشکال هم به من میگن. اگر من خودم آیدی من در اختیارت میذارم، اگر که قانع نشدی برای خود منم میفرستی رفع اشکال میکنم. اصلا کلاس ما بچه ها تعاملیه. من وقتی درس میدم میپرسم ازت، تو چت میپرسم ازت، میگم آقا وایس بدین، وایس تو باید من ببینم بشنوم، پاسخ میگم شما بگو من بنویسم. اگر تمرین ننوشتی، تکلیف ننوشتی، به خانواده ممکنه زنگ بزنیم پیگیری کنیم. دیگه عرضم به حضورتون که کارهایی که داریم میکنیم، اینا رو من همین اول میگم که فردا اگه بلاکت کردم باز خانواده زنگ نزنه میگه آقا من پول دادم چرا بلاکم کردی. همین جلسه اول در واقع دیگه ما صحبتامونو کردی، برو به خانواده بگو آقا من تمرین ننوشتم بلاکم کرده. نه که آقا خانواده زنگ، من پارسال بودن دیگه، خانواده زنگ میزد آقا پول دادیم چرا نمیذاری. ما بهشون گفتیم آقا تمرین ننوشین، تکلیف ننوشین. عرضم به حضورتون که دیگه از کارهایی که من براتون میکنم، از آپشنای کلاس های ما اینه که آقا من ایام امتحانات، ایام تعطیلات برنامه میدم بهت. یعنی میگم آقا ایام عید 20 ما چند سال 26 اسفند یه برنامه میذارم، برنامه مطالعاتی تا آخر فروردین، آقا اینا رو کار کن، این آزمون رو بده، اینو کار کن، این آزمون رو بده. ما تو ایام عید هر هفته به جای یک آزمون 3 آزمون خواهیم گرفت، روز در میون آزمون میگیریم، برنامه آزمون هم میدم بهتون که شما رها نکنی. ما همایش داریم، 5 همایش داریم، همایش های جمع‌بندی و نکته تست، همه اینا رو کلاسه. یعنی شما وقتی میای یک کلاس رو ثبت نام میکنی، دوباره ما نمیگیم آقا بیا همایش ما رو ثبت نام کن پول بده، درست شد؟ همه مؤسسات با آنلاین این کارو میکنن. آقا کلاس جامعه تموم شد، حالا جمع‌بندی میخوایم بکنیم، اینقدر پول بده. آقا میخوام نکته و تست بگیم، اینقدر پول بده. من تمام خدماتی که به شما میدم با همین کلاس شروع میشه تا شب کنکور که براتون لایو میذارم و سوالاتو پیش بینی میکنم، چون از روز قبلش توی ریاضی نگاه میکنم، تا شب کنکور هست. حتی من صبح کنکور لایو میذارم شما رو، با در واقع همین پارسالی ها رو ما با لایو بردیم سر جلسه، گفتیم خدا نگهدار، خودم توی مشهد رفتم سر جلسه، تو اینستاگرام اون هست دیگه فیلمش، رفتم سر جلسه اینا رو راهی کردم فرستادیم، یکم قوت قلب دادیم. ما این کارا رو میکنیم. من دارم اینا رو میگم بهت که وقتی من انتظاراتم هم از تو داشتم، دیگه فکر نکنی که ما همجی الکی انتظار داریم. دیگه عرضم به حضورتون که
ببین ما برای تشریحی تو هم فکر کردیم، من برای امتحان نهاییت هم کلاس میذارم، دو تا کلاس 3.5 ساعت، یعنی 7 ساعت کل ریاضی رو جمع میکنم برات. برای ریاضی ها حسابان ها یک قسمت، برای تجربی ها یک قسمت. فیلم هم دارم برات میذارم، یک سری سوالات رو میذارم که شما با موبایلت میگیری روی اون بارکدش خونده میشه. من فیلم ها اون سوال ها رو حل کردم. خب من علاوه بر این کارا میام 2 تا 3 ساعت و نیم هم همایش میذارم براتون، برای فقط امتحان نهایی 20 هم میگیری. این همه ما 20 داریم، برو تو سایت نگاه کن، طرف آقا 20 ریاضیش 20، آقا اون درس چیه؟ درس نمیدونم هویت فلان، اونو رفته گرفته مثلا 18، ریاضی رو 20 میگیره. بالا اصلا در این که شما امتحان نهایی رو 20 بگیری هیچ شکی نکن، اما اینی که امتحان نهایی رو 20 میگیری، دوست من، پسر گل، دختر گل، این که امتحان نهایی رو 20 میگیری دلیل نمیشه که کنکور رو بری 100 بزنی، چون این همه ما 20 داریم، همه که 100 میرن بزنن، درست شد؟ پس روش تدریس کنکوری کاملا متفاوته با این روش، ولی من اون روش تشریحی رو هم بهت یاد خواهم داد و خلاصه در خدمتت هستیم. این از این. یک سری لایف های هم داریم، مثلا 5 صبح، ببخشید 6 صبح، 5:55 5:55 تا 6:05 من پارسال از 27 اسفند تا اول اردیبهشت هر روز صبح تو اینستاگرام لایو میذاشتم، بچه ها بیدار میشدن و خلاصه میرفتن سر کار. ما این کارها رو برای دانش آموز میکنیم که حالا انتظارات من از تو، پسر گل، دختر گل، شما امتحان داری هر هفته، امتحان یک بار دیگه میگم، امتحان شرکت نکنی بلاک میشی 48 ساعت، تکالیف رو نفرستی بلاک میشی 48 ساعت، عکس آقا نمیدونم یه گلی رو بر جای تمرین بفرستی بلاک میشی. ما اینا رو کنترل میکنیم، این تیم ما اینها رو کنترل میکنه. همین اول میگم که اگر دوست نداشتی آقا برو کد معلم دیگه یا برو یک جای دیگه، من اینطوری کار میکنم، اما میدونم که اگر اینطوری کار کنی ریاضی رو بالای 80 میزنی، آیندت تضمینه. آقا من دانش آموز نمیخوام که نمیدونم تکلیف ننویسه، نمیتونم تو آزمون شرکت کنم، این آزمون، این دانش آموز به درد من نمیخوره. خیلی کلاسای دیگه از فان هست، خیلی با خنده و فلان و خیلی راحت بریم اونجا. من اینطوری نیست کارم، درست شد؟ مشخصه، کارنامه منم مشخصه، دانش آموزایم که من داشتم مشخصه، همه اینا. البته بچه ها میدونن که من جونم هم برای دانش آموزم میدم. کدوم معلمه که این همه تست بیاد کار کنه، آزمون بگیره، تکلیف بده، رو سر تکلیفش باشه، نمیدونم آزمون های آزمونیشو بیاد تحلیل بکنه، جزوهش فقط 2900 تا تست داشته باشه، کدوم معلمه این کارو میکنه؟ نگه کن من زندگیمو میذارم برات، منم میخوام که تو برای خودت زندگی تو بذاری، یه سال زندگی تو بذار، درس بخون، بهترین نتیجه رو میگیری، کمون که دانش آموزان من گرفتم. من الکی هم نمیگم آنه کن، این جلسه اول بیایم خلاصه، بله من جلسه اول خیلی راحت میتونستم بگم بیام بچه ها اینطوری با خنده و با خیلی راحت بیام این کارا چند تا تست بزنم برات حال کنی، به قول معروف بچه ها نریزن نپرن. آقا من میخوام دانش آموزم اگر نمیخواد اینطوری باشه بپره، آقا نمیخوام اینجور دانش آموزی، برین کلاس های دیگه. من همین اول چارچوبم مشخص میکنم و همه میدونن که مسعود یکتا 1 میلیمتر حرفش جا به جا نمیشه، یعنی همون چیزی که همین اول دارم میگم تا آخر سال هست، میگم بلاک میکنم هست، میگم آقا این تست رو کار میکنم هست، همه چیزا هست، درست شد؟ پس این سیستم کاری ما، من میخواستم که در واقع یک نیم ساعتی صحبت کنم که هنوز مونده. من آخرین جمله
من به خانواده تو متعهدم. خانواده ای که آقا پول داده اومده، شما اومدی سر کلاس نشستی، حالا هنوز که پول ندادی خوشبختانه، ما هنوز که خیلی باحال با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، عشق میکنیم، خب مشکلی هم نیست، هنوز هیچ پولی هم نگرفتی، هیچ ثبت نامی هم نکردی، اشکال هم نداره، ما چاکرتی. اما اگر ثبت نام کردی بدون که اینطوریه، من نمیخوام که آقا شما بیای سر کلاس حواست جای دیگه باشه، آقا خوابت بیاد آفلاینشو میخوام ببینم، آقا آنلاینشو ببین. وقتی من کلاسم تعاملیه، دارم سوال میپرسم، مثلا میگم آقا هانی فلان، بیتا فلان، مهدی فلان، شما بگو، نمیدونم علی اینطوری، خب پاسخ میگیرم ازت. یعنی شما باید پاسخ بدی، سر کلاس حضور داشته باشی، این خیلی بهتر از این که آفلاینشو ببینی. من به اون پولی که تو پدرت داره میده متعهدم. چرا؟ چون با خستگی داری تو به پدرت نگاه کن، ببین این هزینه رو از کجا آورده، با این وضعیت این دور زمونه دارن هزینه پرداخت میکنن. بعد شما آقا نه تو آزمون شرکت کنی، نه توی تکالیف رو بنویسی. آقا من این کلاسی که شما داری نگاه میکنی، این کلاس که شما میتونی یک عالم DVD نگاه کنی، یک عالم فیلم برو بخر دانلود کن رایگان، چرا میای سر کلاس؟ اون چیزی که ما رو متمایز میکنه این پیگیری ماست، این تکلیف حل کردن و این کنترل تکالیف، این نمیدونم عرضم بزرگتون که امتحان هاست، این پیگیری کاره، این گروه رفع اشکالمون ایناست. اگه نه که شما برو فیلم نگاه کن. آقا اگه میخواستی هر کسی با فیلم نگاه کردن استاد بشه، که این همه مثلا طرف میره نمیدونم یک نفر فیلم گرفتن که یک صدی رو دارن مثلا یک ساختمونی دارن میسازن، شما آیا با نگاه کردن فیلم ساخت یک ساختمون مهندس میشی؟ نه. آیا شما با نگاه کردن فیلم یک جراح داری جراح میشی؟ نه. باید تلاش کنی، باید عرق بریزی، درست شد؟ این که از این. یه چند تا سوال هم تو دایرکت پرسیده بودن از من، مثلا یکیش این بود که آقا این کلاس برای 11 خوبه. بله برای 11 هم خوبه، دانش آموز 11 ضعیف نه ها، دانش آموز 11 متوسط، حالا یکم متوسط پایین‌تر بیا سر کلاس بشینه اوکیه، بهتره، چون الان شما یاد بگیری سال بعدت وقتتو میذاری رو در بقیه درس ها. یا سوال دیگه پرسیدن که ریاضی تجربی و حسابان، نگاه کنید ریاضی تجربی و حسابان بسیار به هم نزدیکه، بعضی از مباحثش متفاوته که من برای بچه های ریاضی اون قسمت های متفاوت رو درس خواهم داد و برایشون جداگانه یک کلاسی رو خواهم گذاشت. گفته بودن جزوه، جزوه که در ابتدای هر فصل در پنلتون قرار میگیره. بعد ازم گفته بودن طرح درس، ما طرح درسمون رو روی پنل گذاشتم. نگاه کنید من طرح درسم دقیق در ذهن خودم و در پنل هست. این طرح درسم آقا به شما مربوط نیست که من چی میخوام درس بدم، هر چی من درس میدم شما باید یاد بگیری. آقا وقتی شما اعتماد کردی به یک پزشک، رفتی زیر دستش گفتی کلیتو عمل کنه، دیگه نگو اول آقا این کارو بکن، اول اون کارو بکن، دیگه تو سپردی خودتو، دیگه اگه با ما اطمینان داری ما در خدمتتون هستیم. ولی بدون که طرح درست با آزمون‌های آزمایشی کانون و گزینه دو مشه و او سیستم میریم، درست شد؟ اینم که از طرح درس برای بچه‌های 11 هم گفتم و اینم از این. خیلی خوب، بسیار عالی. این در واقع سیستم کاری ماست. ما اینا رو گفتم همین جلسه اول، گفتم این جلسه هم ضبط میشه توی کانالم، توی سایتم هست. هر کس که برای ثبت نام، آقای صالحی هر کس که خواست ثبت نام کنه این فیلمو باید ببینه، تموم، درست شد؟ خیلی خوب، خسته نباش. آقا ما میریم سر وقت، یه مقداری میخوام
در مورد حد صحبت کنم. حد رو انتخاب کردم به خاطری که شما در سال 11 با حد آشنا هستین و البته این دو جلسه هم که حالا رایگان هست و یک جلسه رایگان هست یا دو جلسه؟ سه جلسه؟ خب این دو سه جلسه هم که ما در خدمتتون هستیم، هر جلسه که یک نفر اضافه بشه، چند نفر اضافه بشن، میتونن همون جلسه رو کاملا اوکی کنن. ببینید بچه‌ها، ما میدونیم که من میخوام مثلا لیمیت این اینجا باید قلمش بزن، این آقای چرا این قلمش کار نمی کنه؟ خب قلم رو بزنم اینجا. خب اول رو قلم بزنیم که اون دست هم اینجا آره اون دست هم بزن یعنی که اول به بسر دست بیم به بسر مدجوش. این عوضش کردی نه وقتا؟ این فعال بشتا بیدیش. آها این فعال، مرسی مرسی مچه. این آیکونش نبود قبلا ها؟ یا بود؟ آها پیشفست کرده بود. من الان اگه بخوام لیمیت x2 منهای 1 به روی x3 منهای 1 رو x به سمت 1 رو پیدا کنم چه کار باید بکنم بچه ها؟ باید من رفع ابهام کنم دیگه، اوکی؟ یک رو بذارم اینجا، یک منهای یک تو هم که هست دیگه، من یک سری صحبت برای دوربین کردم، یک رو بذارم اینجا، یک منهای یک میشه صفر، یک منهای یک هم میشه صفر، میشه صفر صفر اون درست. حالا من باید چیکارش کنم اینو؟ یادتون هست باید چیکارش میکردم؟ اینجا بینشتم ایکس منهای یک در x به اضافه 1 به روی x منهای 1 در x 2 به اضافه x علاوه 1. این اتحادش اتحاد چی بود؟ اتحاد چاق و لاغر بود دیگه. خب حالا این با این خط میخوره، بعد من چی میذارم؟ 1 رو میذارم تو بقیه، میشه چند حاصلش؟ 2 3. 1 رو به جای x گذاشتم شد 2 3. درسته؟ خیلی ساده دیگه. تا اینجا مشکلی نیست. حالا من از دوستان توی خونه میخوام که اینو بیاین حل کنید، اینو شما حل کنید. لیمیت x3 به اضافه x منهای 2 به روی x منهای 1 x به سمت 1. من 1 دقیقه فرصت میدم اینو تو خونه حل کنید. حالا در ضمن کامنت ها رو هم 1 دقیقه باز کنیم ببینیم که اگر بچه‌ها سوالی صحبتی چیزی دارن بگن. بچه‌ها اگر صحبتی هست به من بگین، اگر سوالی دارین بفرمایید. اگر سوالی دارین بگین، وگرنه جواب اینو به من بگین. چیکارش باید بکنم؟ این 1 رو بذارم اینجا، 1 به علاوه 1 2 منهای 2 0 1 منهای 1 0 میشه 0 0. درسته؟ باز باید چیکار کنم؟ باید عامل 0 کننده رو از بالا و پایین خط بزنم، یعنی ببینیم لیمیت x منهای 1 در این به روی اینجا هم که x منهای 1 x به سمت 1. بچه‌ها اینو چطوری پیدا کنم؟ این قسمت رو چطوری پیدا کنم؟ یه نفر تو چت بگه. خب چیکارش کنیم؟ باید نه ببین اینجا رو باید چیکار کنیم؟ باید تقسیم کنیم دیگه، x به اضافه
x منهای 2 رو باید تقسیم کنم بر x منهای 1. اگه این تقسیم رو بلد نیستی یاد بگیر همین الان. اینا یادت هم میدم دیگه توی تایم خودش. x رو تقسیم بر x میشه x2. x رو ضرب کنم میشه x 3 منهای x2. اینجا میشه منها به اضافه، در منها ضرب میکنم، بعد میشه x2 به اضافه x منهای 2. باز x2 رو تقسیم بر x میکنم میشه x، بعد میشه x2 منهای x، بعد اینجا منها میشه اینجا به اضافه. بعد میشه چی؟ این با این خط میخوره میشه 2x منهای 2، 2x تقسیم بر x میشه به اضافه 2، 2 رو ضرب کنیم میشه 2x منهای 2 و اینجا میشه 0 نهایت. پس چی میشه اینجا؟ حاصل این میشود x2 به اضافه x علاوه 2. من اومدم تقسیم کردم، همکارای ما در سال 11 هم اینجوری حل میکردن، تقسیم بر میکردن. حالا این با این خط میخوره، یک میذاریم، x رو یک بذاریم میشه یک به علاوه یک میشه چهار، حاصلش میشه چهار. درسته؟ خب بچه اگر درسته یک بزنید. خیلو ببینیم بچه، من میخوام یه چیزی امروز درس بدم، میخوام در مورد مشتق صحبت کنم. یه نکته بهتون میگم، آقا ایگرگ اگر موسوی با آ ایکس ان باشه، یه عبارت، یه جمله ریاضی، مثلا سه ایکس دو، الان آمون چنده؟ خب آمون دیگه میدونی که سه دیگه، انمون چنده؟ خب واضح میگه دو. مشتق این میشه چی؟ آ ان ایکس ان منهای یک. الان ببین داداشم اینو میخوام حل کنم، چیکار کنم؟ سه دوتا شیش تا، ایکس توان اینو یکی کم کن میشه یک. مشتق این چی میشه؟ چهار پنج تا بیست تا، توانش یکی کم میشه، توان یکی کم میشه. منهای 3 x2 مشتقش چی میشه؟ میشه منفی 6 x یکی کم میشه، یک. مشتق 4 x، 4 x یکه اینجا، اینجا توانش یکه دیگه، میشه 4 یکی 4 تا، ضرب در x به توان 0، x به توان 0 هم که میشه چند؟ یک، اینم میشه چهار. درسته؟ سه ایکس پنج مشتقش چی میشه؟ سه پنج تا پونزده، ایکس چهار. دو ایکس به توان یک دوم مشتقش چی میشه؟ میشه دو ضرب در یک دوم، ضرب در x به توان یک دوم منهای یک، این میشه یک، x به توان منهای یک دوم. ما چیکار کردیم؟ من اول مشتق رو به تو درس دادم، چی گفتم؟ گفتم مشتق ضریب و ضرب در توان کن، توان یکی کم، قبوله؟ حالا نکته چی داریم؟ نکته اینو داریم، اگر من یک حدی داشتم صفر صفرم شد، اگر یک حدی داشتم صفر صفرم شد، برای رفع ابهامش دیگه نمیخواد تقسیم کنی و از این کارا کنی، کافیه شما به جای این مشتقشو بذاری، به جای این مشتقشو بذاری. چه کار قرار شد بکنی؟ به جای صورت مشتق صورت، به جای مخرج مشتق مخرج. درسته؟ خب
یعنی اگر شما اینو داشتی الان شما اینو داری اه. باز کدومش فعال باید میشد؟ اینش باید فعال میشد؟ نه فعال یا برنامه آها الان خب خب الان من میخوام مشتق اینو بگیرم میخوام اینو حل کنم دیگه مگه یک صفر صفرم نشده صفر صفرم مشتق x دو چی میشه میشه دو x مشتق این منهای یک چی میشه نمیدونم میشه منهای یک x به توان صفر بوده دیگه نه پس منهای یک ضرب در صفر میشه صفر مشتق عدد چی میشه صفر مشتق عدد چی میشه؟ صفر بچه مشتق عدد چی میشه؟ صفر پس من از این مشتق میگیرم میشه صفر پس مشتق صورتم شد 2x مشتق مخرجم مشتق x میشه 3x2 مشتق منهای یکم هم میشه صفر حالا یکو بذارم داخل یکو بذارم میشه 2 سوم 2 سوم دیگه نمیخواد تجزیه کنه خیلی ساده یکی بعدی رو نگاه کن دوست عزیز یکی بعدی رو ببین من میخوام اینو حل کنم این که رنگش رو عوض کنم میخوام اینو حل کنم همشو اینطوری کردم که دیگه کلن جدا بشه برات میخوام مشتق بگیرم چیکار کنم مشتق بگیرم مشتق x میشه چند 3x2 مشتق x میشه چند 1 مشتق عدد میشه 0 مشتق x میشه چند 1 پس صورت شد 3x2 علاوه 1 مخرجم شد 1 حالا باید 1 رو بذاری داخل یک رو میذاری داخل میشه چند؟ یک به توان دو یک سه تا سه تا به اضافه یک چهار یکم اینم چهار نه میخواد یک عالم تقسیم کنی نه هیچ کار نمیخواد بکن درست شد؟ بسیار ساده و راحت حالا میخوام چند تا مثال حل کنیم با هم بچه شما همه تون اینو حل کنیم عدد گذاری کن عددش میشه چند سه و چهار و پنج منهای دوازده میشه صفر به روی یک منهای یک میشه صفر باید چیکار کنیم؟ مشتق بگیریم هوپیتال بزنیم رفع ابهام کنیم باید هوپیتال بزنیم اسم این کار ما چی بود؟ هوپیتال مشتق صورت چی میشه؟ سه سه تا نو x دو علاوه هشت x علاوه پنج به روی هفت x شش درسته؟ مشتق این سه ضرب در سه نه یکی توان کم کن چهار ضرب در دو هشت یکی توان کن
کم کن. 5 ضرب در 1 5 که تمام کم کن. حالا عددو بذار، 1 رو بذار. 9 علاوه 8 علاوه 5 تقسیم بر 7. درسته؟ 9 8 17 و 22 تقسیم بر 7. نه تقسیمی میخوای، نه اتحادی میخوای، نه تجزیه میخواد، هیچی نمیخواد. درست شد؟ یکی بعدی لیمیت ایکس منهای جزء صحیح ایکس به روی ایکس منهای یک، ایکس به سمت یک از راست. دوست خوبم ببین، داداشم ببین، آقا جزء صحیح اینجوری بود دیگه، صفر یک، یک منفی، دوی منفی، محور اعداد به سمت اعداد منفی کج میشه. خب یک از راست بذاری اینجا چند میشه؟ یک از راست یعنی بیشتر از یک، قل میخوره تو یک، جزء صحیح یک بیشتر میشود یک، پس این میشه یک. درسته؟ حالا عددو بذار، یک منهای یک بالا صفر، یک منهای یک صفر صفر، بعد هوپیتال بزنید دیگه. نه حالا بچه اینجا رو بیاییم دو کنیم که دیگه خیلی آبکی نشه این تسته. میشه دو ایکس منهای صفر به روی یک منهای صفر. این صفره چیه؟ مشتق عدده، مشتق عدده. درست شد؟ حالا یک رو بذار داخل، دو تقسیم بر یک میشه چند؟ دو. بچه میخوام ببینم که اوکی یا نه. این مینبت کیه؟ خودتو بنویس دیگه، احتمال میدم من جز همکارا باشن دیگه، اینا دوستان میان. آی همکار محترم کجایی؟ بیا بالا ولش کن، ما در خدمتتون. اوکی؟ خیلی. حالا نگاه کن ببین دوست عزیز، من میخوام که با همین 20 دقیقه ای که من درس دادم به من 20 دقیقه درس دادم، میخوام الان تست چی بزنم؟ تست کنکور 1401 رو بزنم، رشته علوم تجربی. درسته دیگه؟ داغ داغ. دو هفته گذشت میاریمش. این چیه؟ این فایل سازمان سنجشه دیگه، بالاخره یک مقدار اشکال داره. اینجا هست x2 منهای 4 x3 منهای جزء صحیح x3 x به سمت 2 از راست. دوست خوبم x به سمت 2 بره از راست، مثلا 2 و 1 دهم جزء صحیحش میشه چند؟ به توان 3 برسه. 2 به توان 3 8، اینم که مثبته میشه 8 بیشتر تو جزء صحیح، پس اینجا رو خط میتونم بزنم بشه 8. قبوله بچه یا نه؟ یه بار دیگه بگم یا نه؟
من از صفر شروع میکنم. بله ما کلن از صفر شروع میکنیم، از سال هشتم شروع میکنم، ولی مبحثی هم درس میدم ها. یعنی من نمیگم دهمو درس میدم بعد یازدهمو بعد نمیدونم فلان. من تابه رو که درس میدم کل تابه دهم و یازدهم و دوازدهم. اصلا این خیلی عالیه اینطوری. میدونی چرا؟ چون اون وقتی شما میتونی به راحتی بری تمام تستای تابه رو در از صدر کنکور تا الان بزنی، هر چی تست هر جا دوست داشتی بری بزنی، مبحثی کار کن. درست شد؟ حالا پس من چی دارم؟ من خوشگلش رو بنویسم، دارم x2 منهای 4 به روی x3 منهای 8، x به سمت 2 انگار داره میره دیگه. درست شد؟ حالا یه 4 منهای 4 8 منهای 8 0 0 رو یه اوپیتال بزنیم، چی میشه اوپیتالش؟ میشه 2x به روی 3x2 مشتق عددم که 0 میشه. حالا عدد رو بذار میشه 4 12 هم میشه 1 3. آقا این تست کجا بود؟ این تست 1400 بود. اینم از این خیلی راحت حل میشه و شما به راحتی یک تست رو حل میکنید. درست شد؟ باری کلا یه نفر جواب داد 1/3، آفرین. اینم از این. خب حالا من میخوام که بچه ها میخوام مشتق تابع رادیکالی رو بگم. ایگرگ مساوی با رادیکال ستاره به توان ام با فرجه ای. خب یه 5 دقیقه استراحت کنیم، یه 5 دقیقه استراحت کنیم، خسته نباشین، یه 5 دقیقه استراحت کنیم استاد. خب من اومدم، سلام. من میخوام مشتق اینو بگیرم، نگاه کن مشتقش میشه یه خط کسری بکشی یه انی یه انی. حالا کار نکردی که، یه خط کسری کشیدی فرجه رو اینجا گذاشتی، درسته؟ تنها کاری که میخوای بکنی یه امو مینیسی ستاره پریم میگیری، ستاره رو مینیسی ان منهای ام میکنی. این یعنی چی؟ مثلا ایگرگ مساوی با رادیکال مثلا 3x2 به اضافه 4. الان بچه ها فرجمون چنده؟ فرجمون 2ه. این اینجا فرجش انگار 2ه دیگه، نه؟ خب چیکار میکنم؟ یه خط کسری میکشم رادیکال فرجه که 2ه، اینجا هم یک 2 میذارم. کاری نکردیم که. تنها کاری که میخوام بکنیم من از زیر این مشتق میگیرم میشه 6x، این بالا مینیسم، بعدم اینجا 3x2 به اضافه 4 یعنی خود همون ستاره رو می‌نویسم. اینجا توان کل این یکه، 2 منهای 1 می‌کنم این بالا می‌نویسم، پس میشه انگار من 6x به روی 2 3x2 علاوه 4 شد دیگه. لطفاً بچه‌ها اینو یک جای یادداشت کنین، بچه‌ها اینو یک جای یادداشت کنین، اینو یه جایی یاد داشت کنین. خب نگه کن الان مشتق این چی میشه؟ با فرجه ایسه مشتقش میشه چی؟ رادیکال میکشم، رادیکال 3 اینجا 3 مشتق x میشه 1، این هم که میشه x، اینجا توانش 1ه، 3 منهای 1 هم که میشه چند؟ 2. مشتق این چی میشه؟ خط کسری رادیکال فرجه 2 اینجا 1 2 میزنم، مشتق زیر رادیکال بالا مینیسم، خودشو مینیسم این پایین، توان این 1ه، 2 منهای 1 هم که میشه خود 1. یکی دیگه مشتقش چی میشه؟ مشتق این اینجا 2 2 مشتقش میشه 3x2
علاوه 2x میشه 2 مشتق، اینم که میشه 0 دیگه، اینم که میشه x به اضافه 2x منهای 1، یعنی خودشو زیرش می‌نویسم. درسته؟ مشتق این چی میشه؟ اینجا سه، اینجا سه، من یه فرجه سه نوشتم با یک عدد سه، مشتق اینو اینجا بینیسم بعد اینم که اینجا بینیسم دیگه به توانه سه منهای یک دو. درست شد؟ اینجا چی؟ دو یه رادیکال خط کسی کشیدم دو گذاشتم، دورم گذاشتم اینجا، حالا کافی مشتق اینو بگیرم این بالا، این چهار، حالا خود اینو بنزم اینجا. مشتق رو یاد گرفتی؟ خیلی. حالا نگاه کن، میام اینجا، این چه سالیه بچه؟ آزمون کجاست؟ ریاضی و فیزیک. چه سالی؟ سال 1401. حالا میام سر وقت سوال. سوال 115. آقا سوال 115 رو نگاه کنید. گفته 2x به علاوه 3 منهای 3x به علاوه 4 1 به اضافه ریشه سوم x، x به سمت منهای 1. منهای 1 رو بذاریم داخل اول. اولی منهای 1 رو می‌ذاریم داخل. منهای 2 به علاوه 3 میشه 1. 3 ضرب در منهای 1 میشه منهای 3 به علاوه 4 میشه 1. یک منهای یک صفر، یک منهای یک پایین هم صفر، صفر صفرم داریم، چه کار باید بکنم؟ آره؟ هوپیتال بزن. این یکم باید دارشش کن. پاکش کنم که اینجا جا بشه قشنگ خوشگل، حلش کنم براتون. تو همین قد فکر کنم بس. خیلی حالا من بعد هوپیتال بزنم، هوپیتال هم چی میشه؟ یه خط کسری. مشتق این چی میشه؟ یه خط کسری میکشم، رادیکال اینجا دو، بالا دو، پایین خودش دو ایکس علاوه 3 منهای اینجا رادیکال اینجا 3 میذارم 2 3 x علاوه 4. مشتق 1 میشه چند؟ 0. اینم که میشه 1 روی رادیکال 3 x به توان 2. درسته تا اینجا؟ من مشتق گرفتم، مشتق رادیکالی رو گرفتم اینجا، مشتق گرفتم که اینجا. خب حالا چیکارش کنم؟ حالا عدد گذاری باید بکنم دیگه نه؟ آقا این دو با این دو خط میخوره بالا میشه یک، باید منهای یک رو بذارم، منهای یک رو میذارم این بالا میشه یک،
اینجا میشه منهای یک، منهای دو به علاوه سه یک، پس این میشه یک، یک هم میشه یک، کل این شد یک. اوکی یا نه؟ اگه اوکی نیست بگو، که چون بچه تو خونه ممکن متوجه نشن. نگون آره دو یک و منهای یک رو گذاشتم تو اینجا، دو ضرب در منهای یک میشه منهای دو به اضافه سه میشه یک، یک جذرش میشه یک، میشه یک منهای این بالا کسه ای. این باز منهای یکه، منهای یک ضرب در سه، منهای سه به علاوه چهار یک، یک دوتا دوت تقسیم بر یک منهای یک به توان دو یک، سه تا سه، پس یک منهای سه دوم میشه یک دوم منفی، تقسیم بعد یک سوم میشه منهای سه دوم. کدام گزینه میشه؟ گزینه چهار. این چه سالی بود بچه؟ سال 1401 بود دیگه، تست بروز 401 رشته ریاضی. من با توضیحش زیر یک دقیقه میزنم. این رشته شما بود دیگه. بفهم بفرما. این هم این سوال ۱۴۰۱ رشته ریاضی و فنی. من دو تا تست کنکور رو توی کمتر از یه ساعت بهت آموزش دادم. ما کلن الان 45 دقیقه داریم تدریس میکنیم، درسته؟ یه نیم ساعت هم که صحبت کردیم، یه 40 دقیقه هم که صحبت کرد. خب حالا نگاه کنید دوستان عزیزی که ما در خدمتشون هستیم، فکر میکنم این بود. یک سری تست هایی رو من آماده کردم براتون که با همدیگه بزنیم. حالا البته اینا رو میذارم تو پنلتون که شما هم حل کنید دیگه. گفته حد کسر x منهای رادیکال x، x منهای 1 وقتی x به سمت 1 بره رو پیدا کن. خب دوست عزیزم الان این 1 رو بذاری داخل اینجا، 1 منهای 1 0، 1 منهای 1 0 میشه 0 0 روم، 0 0 روم باید هوپیتال بزنی دیگه. هوپیتال باید مشتق بگیری، مشتق x میشه 1. مشتق رادیکال ایکس هم میشه یک روی دو رادیکال ایکس، مشتق ایکس هم که اینجا میشه یک، درست شد؟ حالا یک رو بذار داخل دیگه، یک رو بذار داخل، اینجا میشه یک، میشه یک منهای یک دوم، به روی یک میشه یک دوم، تمام. چه گزینه‌ست؟ اینا تست کنکوره ها دوست عزیز، اینا تست کنکوره ها. سوال بعدی، این همه سهمونه، یکی بعدی، این x به سمت 8 رفته، 8 رو بزن اینجا، 2 2 منهای 2 0، 4 منهای 4 0 0 0 روم شد. والا بعد چیکار کنیم؟ اینو ببرم یکم بالاتر، به نظرم همجا خوبه. هوپیتال میزنیم، هوپیتال این چی میشه؟ میشه صفر، مشتق این میشه صفر. اینجا منها داری، اینجا منها میذاری، یه خط کسری بکشی، یه خط کسری اینجا 3x2، اینجا هم که یک، اینجا توانش یکه دیگه، 3 منها یک هم میشه، مشتق این میشه صفر، مشتق اون منها هم که منها رادیکال، مشتق اینو میخوای بگیری، یه رادیکال دو اینجا 2x داخل رادیکال مشتق میگیری میشه دو، دو با دو خط میکنه. حالا ایکس رو باید چند بذاری؟ هشت بذاری. خب آقا هشت دیگه، این عدد گذاری کودکستان شد دیگه، میشه چند؟ میشه منهای یک. هشت ریشه سوم داریم اینجا، ریشه سومش میشه دو به توان دو، چهار سه تا دوازده، درسته؟ بروی اینم که میشه یک منهای، این هم که میشه چار، میشه هشت و شونزده چارت،
اینم که با این خط میخوره، اینم که با این خط میخوره، میشه یک سوم. آقا من 40 دقیقه آموزش دارم، دارم تست کنکور رو زیر 20 ثانیه میزنم. سریع حل کن، سریع حل کن ببینم چیکار میکنم. تا 20 میشونم باید حل کنی دیگه. خب یک رو بذار، یک منهای یک صفر، دوی منهای دو صفر، شما باید هوپیتال بزنید دیگه. چی میشه هوپیتالت؟ مشتق یک میشه صفر، منهای یک روی دو رادیکال ایکس. مشتق اینه، مشتق این چند میشه؟ 2x. مشتق این چند میشه؟ 1. مشتق اینم که میشه 0 دیگه. حالا 1 رو بذار، میشه منهای 1 دوم به روی 3، میشه منهای 1 ششم. آقا زیر 10 ثانیه، میفهمی؟ اگه شما بخواستی اینو به روش معمول حل کنی چیکار میکردی؟ باید آقا مزدوج ضرب میکردی، داستان ها داشتی. میشه چی؟ مشتق بگیر، مشتق بگیر 3x2 به علاوه 1 به روی 4x منهای 1. دو رو بذار، 12 به اضافه 1 درسته؟ دو رو بذار 7 میشه 13. آقا کولاک داری میکنی ها. سوال بعدی، باز دوباره دو رو میذاریم داخل، دوی منهای 4 میشه دوی منهای 2 صفر، 4 منهای 4 هم صفر. حالا چیکارش کنیم؟ یه هوپیتال بزنیم. چی میشه؟ مشتق ایکس یک، مشتق این ایکس یک، مشتق اینو میخوام بگیرم، میشه منهای رادیکال دو دو میشه ایکس. دو ایکس علاوه دو به روی یک، قبوله؟ مشتق زیر و بالا اون، مشتق اینم که میشه دو ایکس منهای دو، درسته؟ دو رو بذار داخل، میشه یک منهای یک چهارم، چهار منهای دو دو میشه سه چهارم تقسیم بر دو میشه سه هشتم، و گزینه داره به راحتی میگه آقا اوکی. سوال بعدی، آقا من دارم زیر 5 دقیقه الان 7 تست زدم، با چند دقیقه تدریس؟ با 40 دقیقه تدریس تست کنکور رو دارم میزنم. آقا ریاضی خیلی ساده، خب حالا چیکارش کنم؟ باز دوباره یک رو بذار، صفر رو بذار، چی میشه؟ حالا اینو بعدم باز بعد بگیم. این ایکس به سمت 5 صفر، دوی منهای دو صفر، سه منهای سه صفر، چون به سمت پنج رفته. باز یه اوبیتال میزنم، مشتق دو صفر منهای یک به روی دو رادیکال ایکس منهای یک، مشتق این رادیکال دو رادیکال دو ایکس منهای یک به روی اونم دو،
درست شد؟ حالا پنجو میذارم. آقا میشه منهای یک، پنجو بذار اینجا، پنج منهای چهار جزش دو، دو تا چارت، پنجو بذار اینجا نو جزش سه، دو تا شیش تا میشه یک سوم. درسته؟ چون دو با دو ساده میشه دیگه. یک چی میشه؟ میشه منهای سه چهارم. خب دوست عزیز نگاه کن، ما کاملا دیگه هوپیتال کامل کامل بسته شد برات. این مثال های دیگر هم میذارم توی پنلتون، شما حل کنید. همه با هوپیتال هم میشه، تست های کنکور الی آخر. درست شد؟ به عنوان آخرین هم حل کنیم و کلاس تمام. ببین مشتق این میشه 2x علاوه یک به روی یک منهای یک روی دو رادیکال x. مشتق گرفتم از صورت به جای صورت، مشتق گرفتم از مخرج به جای مخرج. حالا چند رو بذارم؟ یک رو بذارم. دو یکی دو علاوه یک سه، یک منهای یک دوم میشه سه به روی یک دوم میشه شیش و گزینه چهار. نگاه کن من اینها رو سرعتی حل کردم که ببینی کنکور خیلی راحت میشه مسئله رو حل کرد. خب ما شرطامونو گفتیم، صحبتامونو کردیم، با کلاس آشنا شدید و انشالله هفته آینده هم در خدمتون هستیم. از هفته بعدش کلاس رسمیمون شروع میشه و بالاخره ما یه دو جلسه اومدیم با هم دیگه حال کردیم، یه صحبتی کردیم، یه چند تا تست حل کردیم همچین دوره همی، ولی سیستمون هم گفتیم و ما در خدمت همه دوستان هستیم. خیلی خوب، اگر سوالی نیست من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سوالی نیست، بسیار عالی، خسته نباشی، خدا نگهدار، خدا حافظ.